مهران بختیار عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با ماست. آقای بختیاری، هم در مورد شرایط تهران به ما بگید که این اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد، ما در گوش و کنار تهران و شهرهای اطراف مثل کرج هم الان داریم میبینیم که عده‌ای دارن به این اعتراضا میپیوندن. درود میگم به شما و همکاران و بینندگان عزیز. بله، جبهه تهران و استان البرز به شدت امنیتی هستش، نیروهای ضد شورش در نقاط مختلف شهر هستند و این نشون میده که مردم عاصی از سیاست‌های 42 ساله جمهوری اسلامی به تنگ آمدن. یعنی در واقع شما ببینید از پیر و جوان، از کودک تا زن و خانه‌دار، همه برای در این کشور در مضیقه و تنگنا هستند. اگر قبلا فقط زنان در زمینه حجاب مشکل داشتن، امروزه میبینید حتی در زمینه با مثلا معاش روزانه‌شون، در زمینه با واکسن، در زمینه هر زمینه‌ای که شما بگیم، بازنشسته‌ها در زمینه حقوقشون هر روز تو خیابون‌ها هستن. جمهوری اسلامی نشون داده که کسانی که به خیابون میان رو به شدت سرکوب میکنه، ولی علت این که اینها میان در خیابان چه هستش؟ در واقع مردم ایران دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. شما اگر از یه جوان بپرسید که امروز اگر کار بکنی 10 سال دیگه 20 سال دیگه چه به دست میاری؟ هیچ. بنابراین این جوان امیدی نداره برای اینکه زندگیش رو بخواد بسازه در این کشور. از یک کهنسال که بازنشسته شده میپرسی که شما 30 سال 35 سال زحمت کشیدی، کار کردی، حالا برای نون شب محتاجن. بیشتر بازنشسته های ایرانی در واقع در تاکسی های اینترنتی کار میکنن، در آژانس ها کار میکنن. ملت ایران برای تفریح ساده باید میرفتن به ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس. خودشونو با همسایگان خودشون مقایسه میکنن، نه با اروپا و امریکا، و میبینن که از همه دنیا عقب افتادن. اگر قبلا این ملت ایران برای تفریح به ترکیه و ارمنستان و کشورهای عرب خلیج فارس میرفت، حالا برای نیاز اولی که در تمام دنیا تعریف شده که دولت باید به وظیفش انجام بشه و بیاد به مردم واکسن بزنه، برای واکسن زدن به ارمنستان میره. پس بنابراین مردم ایران چیزی برای از دست دادن ندارن که به خیال اومدن. و این باعث شده که مردم ایران رو در واقع تا نسبت به این حکومت طغیان بکنن و نشون بدن که این ایدئولوژی که در این کشور حاکم بوده، مبتنی بر اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و اسلام سیاسی رو نمیپسندند. اونها خواهان یک سکولار دموکراسی هستند که تمام ابنای ایرانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه زن چه مرد، با هم برابر تلاش بکنن برای ساختن ایران. ولی شما امروز هیچ امیدی برای یک جوان ایرانی ندارید که بهش بگید در ایران بمونه و کشور رو بسازه. ممنونم از شما. مهران بختیار عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با ما.